درود بر فرهنگ دوستان عزیز، به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمد. امروز 99 نشست انجمن فرهنگ آزاد است و در 9 سال هستیم. از بزرگان فرهنگ و ادب و تاریخ و هنر ایران همیشه دعوت کردیم تشریف آوردن اینجا و ما با افتخار میزبان آنها بودیم. امروز میزبان خانم دکتر شهین سراج هستیم. ایشون دوست قدیمی من هستن و خاطرات خیلی خوب داریم از هم، حتی از دبیرستان رضا شاه کبیر در تهران. خانم دکتر شهین سراج در انجمن قبلا 2 سخنرانی دیگر داشتن. در 30 ژانویه 2009 درباره زنان جنگاور در حماسه‌های ایرانی صحبت کردند و در 25 اکتبر 2012 در مورد فردوسی و حماسه ملی از نگاه ملک و شعرهای بهار. امروز سخنرانی ایشان در مورد خواب و خوابگزاری در شاهنامه فردوسی، خواب و تعبیر خواب در شاهنامه فردوسی با نگاهی ویژه به خواب افراسیاب. خب قبل از اینکه یک خلاصه از زندگی نامه ایشان را برای شما بخوانم، چند خبر خدمتتون عرض کنم. در مورد خانم بانو ایران درودی که ایشان در ایران موفق شدن یک موزه‌ای به نام خودشون داشته باشن و تابلوهای خودشون رو اهدا کردن به ملت ایران. ایشان در 11 شهریور امسال در روز تولد 80 سالگیشون این موزه افتتاح شد و بسیار موزه جالبیه در یوسف آباد که به هر حال بانوی هنرمند ایرانی هستند و در ماه مارس در پاریس خواهند بود که حتما خبررسانی خواهد شد. ایشون 195 تابلوی خودشون رو اهدا کردن به این موزه که برای نسل‌های بعد خواهد ماند. خبر دیگه خانم پری زنگنی که کتابشون هست که ایشون هم رونمایی کتاب در همینجا خواهد بود، خبررسانی خواهیم کرد. خواستگاه شاهنامه، فرهنگ و روح و اندیشه حاکم بر جامعه ایرانی است. یکی از راه‌هایی که ما را با این فرهنگ اصیل آشنا می‌کند، راهیابی به درون شخصیت انسان‌هایی است که سازندگان این فرهنگ هستند. شاید زیباترین قسمت‌های شاهنامه که ما را با ابعاد روحی و روانی شخصیت‌هایی آشنا می‌کند، رویاهای آن است. رویاها دریچه‌های به ناهوشیاری فردی و جمعی است. خب امشب دکتر شهین سراج در مورد خواب و خوابگزاری صحبت می‌کنند. من یک خلاصه ای از پیشینه ایشان را برای شما بخوانم. خانم دکتر شهین سراج پژوهشگر در رشته ادب فارسی در شیراز چشم به جهان گشوده. از 5 سالگی به تهران آمده و پس از دریافت لیسانس
از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به مدت 3 سال با سمت خبرنگار در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به کار پرداخت و سپس برای ادامه تحصیل عازم کشور فرانسه شده است. در فرانسه پس از دریافت چندین دیپلم پژوهشی از مراکز علمی این کشور در سال 1996 موفق به دریافت دکترا در رشته ایرانشناسی از دانشگاه سوربن شد. پایان نامه شهین سراج در باره مفهوم وطن در دیوان محمد تقی بهار ملک الشعرا می باشد. دکتر شهین سراج با عنوان استاد زبان و ادب فارسی در مدرسه زبانهای شرقی موزه لوور به تدریس پرداخته و همچنین با سازمان پژوهش‌های علمی فرانسه همکاری داشته و در سال 2001 با یاری این سازمان موفق به برگزاری همایش بین‌المللی بزرگداشت بهاء در پاریس گردیده است. در سال 2006 سایت پژوهشی بهار ملک الشعرا را که بعداً خدمتتون می‌نویسیم در روی تخته یا میتونید یادداشت کنید bahar-site.fr پایه‌گذاری نموده و در آن به گردآوری اسناد و مدارک باقی مانده از بهار و مقالات تخصصی بهارشناسان پرداخته است. ایشون واقعا یک متخصص بهارشناسی هستند. من کجوار روی بهار. در سال 2009 با همکاری پاره از مهرورزان به فرهنگ ایران انجمن بهار کانون دانش پژوهان جوانان را در فرانسه بنیاد نهاده است. این انجمن تا کنون موفق به برگزاری گردهمایی‌های پیوسته در زمینه‌های شناخت ادب، هنر و تاریخ ایران زمین و همچنین برگزاری جشن‌ها و آیین‌های ایرانی در کشور فرانسه گشته است. کورال بهار که هم‌اکنون از گروه‌های برجسته همخوانان است از سازمان‌های پیوسته و انجمن بهار می‌باشد. شهین سراج دارای تألیفاتی در زمینه‌های شاهنامه پژوهی و ادب حماسی و ادبیات دوران مشروطه است که پاره‌ای از آنها در نشریات درون و برون مرز به چاپ رسیده و همچنین در سایت رسمی بهار و سایت شخصی شهین سراج درج شده است. شهین سراج در زمینه داستان نویسی نیز طبع آزمایی کرده. 3 رمان بلند، خواب سیاوش، روایت صندل‌های خانم جولیت دو مونپانسیه و حاله و مینا و بیش از 30 داستان کوتاه نیز نوشته است که پاره ای از آنها در سایت شخصی shahinsaraj.com در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. کتاب حاله و مینا که اخیراً در آمریکا توسط انتشارات آمازون به چاپ رسیده هم از طریق سایت آمازون و هم در این نشست موجود هست که در اختیار دوستداران است و ایشون میتونن براتون امضا کنن، دیدکسته کنن. سخن امشب دکتر شهین سراج درباره خواب و خوابگذاری در شاهنامه فردوسی خواهد. خب ما اینجا 2 نسخه از این کتابشون رو داریم، قربت و قربت قلم که در اینجا موجود هست و 7 نسخه از حاله و مینا که اگر دوست داشتید میتونید به دست بیارید. خب لطف بفرمایید سخنرانی بعدی رو یادداشت بفرمایید. البته حتما خبررسانی خواهد شد توسط با ایمیل، ولی
لطف بفرمایید برای افرادی که گاهی اوقات شاید ایمیل به دستشون نرسه، در روز 30 مارس ما برنامه‌ای داریم بسیار جالب، رونمایی کتاب هست. آقای محمد رضا اسدزاده که در مورد استاد بهزاد بسیار بسیار پژوهش کردن و کتاب